با نام و یاد و خدا سید علی کلامی هریس هستم برنام نویس و فعال در حوزه هوش مصنوعی در این آموزش از مجموعه فرادرس میخواهیم به آموزش انتخاب مدل های یادگیری ماشین در پایتون بپردازیم زبان برنامه نویسی که میخواهیم استفاده کنیم پایتون هست نسخه و ده رو میخواهیم استفاده کنیم دیتاست چی هست دیتاست مجموعی از اطلاعات هست که ممکن منظم باشه یا نامنظم باشه اگر نامنظم باشه ما باید اینها رو اصلاح کنیم و یه به شکلی نظم بهش بدیم که مدل بتونه باهاش کار بکنه مدلی که ما ایجاد میکنیم یک پیشفرض هایی از داده ورودی داره و بر اون اساسه که میتونه کارش رو انجام بده و اگه اونها درست نباشه مدل نمیتونه کار بکنه و دچار خطا هم میشه مجموعه داده به صورت کلی اگه بخوایم خیلی ساده بگیم دو تا بود داره بود اولش سطرها هستن که داده های منفرد رو تشکیل میدن که بهش توی انگلیسی میتونیم بگیم ریکورد یا instance و ستون ها هستن که به اونها میگیم ویژگی هامون که حالا اگه بخوایم با بحث آماری بگیم اینها میشن متغیرها که متغیرها ها اونجا در واقع دو نوع بودن متغیرهای وابسته و مستقل که اینجا بیشتر با نام ویژگی میشناسیم که توی انگلیسی هم بهش میگیم فیچر ما یادگیری ماشین هدفمون این هست که این مجموعه داده که موجود هست از اون یک سری اطلاعاتی استخراج کنیم که این رو ما خودمون به شخص انجام نمیدیم این فرد برنامه نویس نمیاد یک سری اطلاعاتی از برنامه در بیاره و اونها رو برای پیش بینی استفاده کنه یک مدلی ایجاد میکنیم که اون مدل بیاد این اطلاعات رو خودش استخراج کنه و بعدا هم استفاده کنه و این در واقع یک دانشی است که از داده به دست میاد هر داده یک سطر هست و برای هر ویژگی یک مقدار داره ساده تا این مثال اگه بخوایم در نظر بگیریم فرض کنید که ما توی یک مرکز در بهداشت میخوایم اطلاعات جمع وری کنیم مراجعینی که میان توی مرکز بهداشت برای هر فرد یا بهتر بگیم مراجعه کننده ما سه مقدار ذخیره میکنیم قد وزن و جنسیت که حالا قد و وزن معیارهای عددی و پیوسته ای هستند اما در مورد جنسیت اینجوری نیست جنسیت در واقع عددی نیست ترتیبی هم نیست حتی میتونیم بگیم که چیه یک متغیر کیفی هست مرد یا زن بعضا خب اینو عددی میکنیم مثلا میگیم صفر و یا یک ولی به حال این ترتیبی نیست ما در واقع توی آمار متغیرها رو وقتی تقسیم میکنیم متغیرهای عددی داریم که اینا میتونن پیوسته یا گسسته باشن و یک سری چیزا هستن که ترتیبی هم. و یه سری موارد هم هستن که کلا ترتیبی هم نیستن حتی پس اینجا ما سه تا فیچر داریم و برای هر فرد سه مقدار ذخیره می این سه مقدار میشه یک داده، یک اینستنس. بنابراین اگر برای مثال ما 100 فیچر داشته باشیم، برای هر داده 100 مقدار خواهیم داشت که هر کدومش مربوط به یک فیچر هست و ترتیب اینها نباید به هم بخوره و مقیاس باید درست باشه. برای مثال اگر قد یک فردی رو بر اساس سانتی متر اندازه میگیریم باید بقیه افراد هم بر همون اساس باشه. و اینها باید کاملا یکسان باشه که این مجموع داده ای ما بتونه بعدا به درستی استفاده بشه اما فیچر چیه فیچر که هر کدوم از این ستون ها هست برای تک تک داده ها یک عدد داره یک مقداری از خودش نشون میده و یک ویژگی هست که توی تمام داده ها هست برای مثال ما اگه 100 نفر انتخاب کنیم همه 100 نفر یک میزانی از وزن رو دارن دیگه بنابراین هر فردی یکی از فیچرهاش وزن اون فرد هست در اون مثالی که زدیم حالا مثلا ما میتونیم در مورد ماشین ها این دیتا رو جمع آوری کنیم توی مثلا یک مرکز تعویز پلاک ماشین که مراجعه میکنن به اونجا بیایم در واقع اینها رو سال تولیدشون رو میزان مصرف بنزینشون رو و یه سری چیزای دیگر رو ذخیره کنیم و از این یک دیتا ست بسازیم تمامی ماشینا میتونیم بگیم هر ماشینی یک سال تولید داره بنابراین سال تولید یک فیچریه برای هر داده اما انواع ویژگی چیه ما برای اینکه مدل آموزش بدیم ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم ویژگی هایی که هدف هستن و ویژگی هایی که هدف نیستن یعنی مدل ما با گرفتن ویژگی هایی که ورودی هستن و هدف ما نیستن که در واقع میتونیم بگیم تارگت فیچر ما نیستن میاد و اون تارگت فیچر ما رو مدل پیش بینی میکنه پس هدف ما پیش بینی تارگت فیچر هست با استفاده از اینپوت فیچر ها که اینجا اون تارگت فیچر رو یک متغیر وابسته در نظر میگیریم dependent variable و ورودی های مدل رو متغیرهای مستقل در نظر می گیریم یا ایندیپندنت وریبل و مدل میتونه بر این اساس کارش رو انجام بده حالا ممکنه که معیارهای ما ویژگی های ما غیر عددی باشن در اون شرایط باید چیکار کنیم چون میدونیم مدل ها بر اساس یک بیس ریاضیاتی دارن کارشون رو انجام میدن و اگه برا همشون هم نگیم مثلا شاید بگیم 95 درصد از مدل ها باید ورودی های عددی بگیرن و وقتی این ورودی اددی رو نگیرن خطا میدن چون دارن یه سری مثبت ریاضی میکنن یه سری چیزا رو حساب میکنن که تو خروجی میتونن اون ویژگی هدف ما رو پیش بینی کنن بنابراین این ویژگی های غیر عددی هم تبدیل به عددی میشن که بعدا استفاده بشن که این رو هم در واقع بررسی خواهیم کرد تارگت فیچر ما گفتیم که چیزی که هدفمون از یادگیری ماشین پیش بینی این تارگت فیچر هست که ممکنه برای یک مجموعه داده یه دونه باشه یا بیشتر از یک باشه که اگر بیشتر از یک باشه در واقع یک مالتی داریم حالا یه مثلا ده فیچر هدف داریم و رگرسیون هست مثلا اون یک مالتی تاسک رگریشن داریم یا اگه مثلا یک طبقه بندی داریم با چند لیبل اینجا در واقع یک مالتی لیبل کلاسیفیکیشن یا مالتی تاسک کلاسیفیکیشن داریم و تاسک های ای هستن که اینها رو در واقع باید پردازش کنیم برای مثال اگر ما توی یک بیمارستانی برای مراجعین مختلف بیایم قند خون فشار خون قد وزن جنسیت و یه سری چیزای دیگر رو ذخیره کنیم به عنوان حالا میشه گفت که ویژگی هایی که توی تشخیص بیماری ها میتونن استفاده بشن و در مقابل بررسی کنیم که آیا این فرد سکته قلبی داشته یا نه یا مثلا نارسایی کلیوی داشته یا نه و این جور چیزا البته اینها رو باید در مقابل آینده شک کنیم یعنی اطلاعات رو الان ذخیره کنیم و از هر یک هفته اینها رو بررسی کنیم که آیا این فرد در طول این یک هفته دچار آرزه ای شده یا نه و این رو برای دو هزار نفر انجام میدیم در خروجی دیتا ستی که ما خواهیم داشت میتونه یک مالتی تاس کلاسفیکیشن روش ایمال بشه چرا چون ما میتونیم با دادن اون ورودی ها گند خون فشار خون و قد و وزن و اینجور چیزها به مدل میتونیم پیش بینی کنیم که این فرد در معرض نارسایی کلی هست یا نه این یک تاسک میتونیم پیش بینی کنیم این فرد در معرض سکته قلبی هست یا نه این هم یک تاسک با تاسک مختلف یعنی با یک دیتا میتونیم تارگت های مختلفی رو پیش بینی کنیم بنابراین از این جهت هم مهمه که ما این رو هم در نظر بگیریم و بعضا ممکنه که دیتا سیت های ما اینجوری باشن و یک تسک نداشته باشیم چندین تسک در کنار هم داشته باشیم یک نمای کلی از دیتاست رو ما میتونیم به این شکل نشون بدیم در واقع هر سطر یک داده هست که در واقع ایندکس های مختلف داره مثلا ایندکس چهار این داده هست که مقادیر فیچرش 4 و 9 3 و 1 1 و نیم دهم و 0 اما اینجا ما بدون دانش قبلی نمیتونیم بگیم که کدوم یک از اینها تارگت هستن باید این به ما بیان بشه که هدف از این دیتاست و بررسی این دیتا چی هست ما به عنوان ورودی چی رو باید در نظر بگیریم و به عنوان خروجی باید چی رو پیش بینی کنیم که این دیتا که اینجا دارید در واقع ده داده از مجموعه داده آیریس رو نشون بده به ما که یک مجموعه داده هست از های یک خانواده خاص از گیاهان و چهار عدد مختلف سپال پتال لنت و پتال ویتس برای همه ها ذخیره میشه یه سری اندازه هایی هستن بر اساس سانتی از این بخش های گل که بر اساس اون میان این گل رو به چندین خانواده تقسیم میکنن که ستوسا، ورجینیکا و ورسیکالر هست سه تا خانواده هستن و اینجا هم توی کلاس ها میبینیم سف یک دو در واقع سه کلاس هستن اینجا داریم این در واقع ستون غیرعددی بوده که تفیل شده به سف یک و دو اصلی رو برایش خواهیم کرد که بشه صورت این دیتا مشهوری هست و ما هم میخوایم در طول آموزش از این دیتاست استفاده کنیم و هر سطح رو اینجا در واقع میبینیم که یک داده هست و هر ستون یک فیچر البته این ستون ایندکس رو باید در نظر نگیریم این ستون ایندکس حالا اینجا مهم نیست ولی برای بعضی داده ها ستون ایندکس مهمه به خصوص توی داده های که اونجا ما میتونیم از این زمان به عنوان یه سری فیچرهای کمکی استفاده کنیم ولی توی این مورد ایندکس به درد ما نمیخوره. اگر ما بخوایم روی اینها یک مدل آموزش بدیم مدل ایجاد میکنیم که با گرفتن سپالنت، سپالویتس، تا پتالویتس، این چهار تا عدد این عدد آخر رو پیش بینی کنه یا بهتر بگیم که پیش بینی کنه که بین صفر یک تا کدومش بیشتر به این داده ها نزدیک تره چون هر خانواده یه سری ویژگی مشخص داره دیگه پس به هر کدوم نزدیک تر باشه اون کلاس رو به عنوان هدف پیش بینی میکنیم حالا تا اینجا ما دیتا ست رو بررسی کردیم میریم که توی محیط برنامه نویسی هم دیتا ست رو بررسی کنیم و ببینیم که به چه صورت فایل دیتا ستی که ما در اختیار داریم این فایلی هست که اینجا می‌بینیم، یک فایل با فرمت xlsx هست و اسمش iris فایل رو باز می‌کنیم و قبل از اینکه وارد محیط برنامه نویسی بشیم ما اول باید دیتا رو بررسی کنیم ببینیم به چه صورته حالا بعضی دیتا ها هستن که به صورت اکسل میتونیم بررسی کنیم بعضا ما تصاویر داریم یا یک سری متن داریم یا صوت داریم و بستگی به دیتا ست داره بعضی دیتا ست ها متاسفانه جوری که ما فقط میتونیم توی پایتون اینها رو بررسی کنیم یا توی یه سری نرم های خاص حالا توی این دیتا ست چون ساده هست ما میتونیم اینجا در واقع به این شکل ببینیم ببینید این دیتا ست همون در واقع چهارتا ستون رو داره ستون ایندکس هم در واقع اینجا نیست ولی خب خود اکسل یه ایندکس اینجا اضافه میکنه در واقع شماره 100 هست و ستون کلاس هم اینجا داریم. این چهار تا ستون فیچر ما هستن میبینیم که تا ته ادامه دارن و اگه نگاه کنیم 151 سطر داده داریم که سطر اول چون در واقع مربوط به همین اسم ستون ها هست 150 داده خواهیم داشت که میشه 50 تا ریکورد یا اینستانس و در مقابل هم یه ستون داریم میشیم اینجا مثلا چک کنیم ببینیم که اینجا این چند مقدار مختلف داره ببینید ستوسا ورسی و ویرجینیکا خب پس به این شکل میتونیم چک کنیم ببینیم مقاله مختلف چجوریه تا سطر 51 ست و سا هست تا سطر 101 ورژی و 151 هم ورژنیکا. 50 به 50 جدا شدن از همدیگه و اینجا قرار دارن حالا پس این از نمای کلی دیتا ما میتونیم به عنوان مثال اینجا این ستون رو بررسی کنیم ببینیم که توزیع مقادیر چجوریه خب و شناسایی فیچرها بعضا از این جهت میتونه به ما کمک کنه چون بعضا مدل ما دچار مشکلاتی میشه که ما فکر میکنیم از کد نویسی مشکل یا یه سری هایپر پارامتر مشکل دارن در حالی که یه سری فیچرهایی هستن که این کار رو به هم میریزن و این فیچرها رو در واقع میبینیم که به این صورت هستن و میتونیم حالا تک به تک چک کنیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته یا حتی بین اینها کلشن رو محاسبه کنیم مثلا من بین دو ستون اول میتونم رو چک کنم میبینم که خب کم تقریبا آنچنانی بین اینها وجود نداره حالا این دیتاست رو که بررسی کردیم یک فایل پایتون توی این فولدرمون ایجاد میکنیم اون فایل تکست اسمش رو می‌ذاریم اپ فرمتش هم تغییر میدیم به پای به این شکل بعد وارد محیط برنامه نویسی وی اس کود میشیم که حالا ما از قبل وارد کردیم ولی نکته که هست وی اس کود شما میتونید به دو نحو کد رو باز کنید یکی اینه که روی این کد راست کلیک کنید اوپن کد بزنید تو این مورد فقط خود فایل رو باز میکنه و ممکنه که توی خوندن یا ذخیره فایل های برنامه نویستون به مشکل بخورید اما اگر این پوشه که دارید توش کد نویسی میکنید راست کلیک کنید و اوپن وید کد بزنید به این شکل در واقع براتون باز میشه کنار هم لیست فایل ها رو میاره براتون و اینجوری خیلی بهتره یه سری مشکلاتی که اگه خود فایل رو باز کنید دیگه اینجا رخ نمیده این رو در واقع به عنوان یک نکته عمومی در نظر داشته باشید ورژن پایتونی که داریم پایتون 310 هست و در اولین گام که دیتا رو بیاریم داخل محیط برنامه نویسی اول از همه کتابخونه پنداز رو فراخانی میکنیم با مخفف پی دی که همون پنداز رو با این طول استفاده نکنیم با طول دو تا حرف پی دی استفاده کنیم حالا در اولین مرحله میگیم رید excel این فایل ما رو بخون برای ما و یک ورودی داره که آی او هست این فایلیه که آدرسش باید داده بشه که اینجا داخل استرینگ ما میگیم iris.xlsx اینجا ما در واقع آدرس مطلق رو نمیدیم همین iris.xlsx میدیم و میاد همین فایل واسه ما میخونه چون پایتون انگار داره توی این پوشه اجرا میشه البته اینو میشه تغییر داد ولی توی مثلا جوپیتر نوت بوک یا توی کلاب باید اینها رو در واقع اصلاح کنیم ولی توی ویس این مشکل رو نداریم به راحتی میتونیم اینجوری بنویسیم هر چند که نوشتن آدرس مطلق بعضا خالی از لطف نیست ما میتونیم این رو به صورت آدرس مطلق هم بنویسیم این فایل رو مثلا بگیم که درایو سی یوزرز دسکتاپ و اینجوری برحال ولی اینجا به این شکل میتونیم این رو بخونیم و مورد دیگه ای که حالا نیاز نداریم همین رو میتونیم به این شکل بخونیم خروجی که میده به ما یک خروجی دیتا فریم هست که توی توضیحات همین تابع رید اکسل میتونیم این رو بررسی کنیم که این خروجی که به ما برمیگردونه یک دیتا فریم است یه مقدار توضیحاتش طولانیه ولی اینجا ببینید توی بخش ریترنز یک دیتا فریم برمیگردونه یا دیکشنری از دیتا فریم ها ولی اینجا یه نشیت داریم و همون دیتا فریم رو به ما برمیگردونه پس میگیم df یا دیتا فریم ما برابر است با این و اینجا میتونیم چیکار کنیم پرینت کنیم DF. head رو و ببینیم که پنج سطر اول در واقع این دی ما چجوریه چرا پنج سطر چون این هده به میاد چی پنج سطر اول رو چک میکنه و پیشفرضش 5. حالا میتونیم ما بذاریم ده بزاریم برنامه اجرا بشه خب ببینید الان اینجا واسه ما ده سطر اول رو نشون میده ایندکس رو اگه کنیم صفر تا نه حالا ممکنه بگید این ایندکس توی فایل اکسل نبود از کجا وارد کد شده ببینید خود کتابخانه پانداس وقتی دیتا رو و ما بهش نگیم که ایندکس کدوم ستون رو استفاده کنه خودش میاد یه ایندکس عددی اضافه میکنه بعضا داده ایندکس داره و ما اون رو ست میکنیم یا موقع خوندن دیتا ست میگیم ایندکس کال مثلا فلان ستونه اینجا میتونیم بگیم که ایندکس کال برابر است با مثلا ستون کلاس که البته خب درست نیستی اگه ستون ایندکس باشیم که میتونیم تعریفش کنیم و دیگه نه خودش اینجوری عدد اضافه کنه ولی به حال الان مشکل نداریم و همون عدد کار ما رو را میندازه پس ما الان میشیم ده سطر اول کد رو ببینیم ده سطر اول در واقع دیتا ست رو ببینیم که همشون هم میبینیم که از کلاس سه توسا هستن میتونیم ده سطر رو هم ببینیم از چه جهت مهمن از این جهت که اولین مزیت که الان میبینیم چیه کلاس ها در واقع مرتب شدن بزرگترین خطری که در مورد مرتب شدن کلاس ها وجود داره اینه که ما وقتی داده‌ها رو تقسیم می‌کنیم کلاس ها به صورت نامتوازن تقسیم میشن بین داده های ترین و تست حالا در مورد داده های ترین و تست در درس سوم بیشتر مطالعه خواهیم کرد ولی فعلا این رو به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که داده ها به صورت کلی باید به صورت رندوم به هم ریخته بشن الان مگه اگه تیل رو هم بزنیم در مورد تیل هم میبینیم که ویرجینیکا ها تهش هستن حالا اینجا هم ایندکس تا 149 رفته دلش هم ساده است پایتون از صفر شروع میکنه به شمارش کردن و اینجوری میتونه اتفاق بیفته حالا اینجا ما میتونیم فیچر های ورودی رو یا اینپوت فیچر رو بگیم برابر است با x و بگیم DF ستون هایی از این دیه میتونیم این چهارتا رو انتخاب کنیم یا میتونیم بگیم که آیلوک کن و تمامی سطرها تا چهار یعنی ستون صفر یک دو سه وقتی میگیم تا چهار دیگه خود چهار رو شامل نمیشه یا حتی میتونیم بگیم تا یک ماند به آخر اینجوری هم میتونه باشه پس این از این یه دونه هم میتونیم همون ستون آخر رو به عنوان وای در نظر بگیریم پس الان میتونه در واقع این به این شکل در نظر گرفته بشه. حالا ما اگه بزنیم پرینت کن وای رو ببینید الان وای ما به این شکل در میاد. حالا بعضا ما اینها رو به صورت نامپای آرای نامپای نیاز داریم بعضا به صورت لیست به اما در مورد ایکس هم نه چک کنیم بگیم که اینجا پرینت کنه ایکس دات شیپ رو. البته شیپ رو به صورت ایمبا اشتباه نمیشتیم خب الان درسته. ببینید شیپی که اینجا به ما برمیگردونه 150 در 4 هست که در واقع همون 150 تا داده با 4 تا ستونی است که ما می‌خوایم پس اینجا ما الان دیگه اینپوت فیچر و تاگت فیچر رو داریم تنها نکته ای که هست اغلب خب کتابخونه با همین دیتا فریم های پانداز یا سری های پانداز درست کار میکنن اما ما اینجا میخوایم که چیکار کنیم x رو یه دونه نا تو نامپای کنیم آرای نامپای بشه اینجوری بهتره واسه ما و این وای هم به اون شکل باشه فقط تبدیلش کنیم به تولیست حالا میتونیم تبدیل به نامپای هم کنیم ولی خب چون استرینگ هستن شاید نامپای چندان اوکی نباشه حالا اینا رو بعدا تبدیل به عدد هم خواهیم کرد چون الان وای مقادیرش استرینگ هستن الان ببینید اگه وای رو پرینت کنیم به صورت استرینگ اینها رو واسه ما پرینت میکنه قبلا چون تولیست نکرده بودیم یک سریز پانداز بود این نکته من اینجا اشاره کنم بهش توی پانداز دیتا های ما ساختارشون دو نوع هست داده هایی که تک بودی هستن که بهشون میگیم سریز که اینجا میبینید فقط یه ستون داریم اسمش مثلا کلاس لنتش 150 150 تا مقدار داره توش دیتا تایپش هم آبجکته چون در واقع استرینگ هستن اینها و در مقابل دیتا فریم داریم همینا که به صورت هد و تیل پرینت کردیم اینها هم دیتا فریم هستن و دو بودی هستن چندین ستون دارن و چندین سطر حالا ممکنه که یه سطر داشته باشه ولی چندین ستون رو حتما باید داشته باشه دو یا بیشتر خب پس این رو هم به این شکل در نظر بگیرید به خاطر اینکه این, این قبلی سریز بود ولی بعدش تبدیل کردیم تو لیست کردیم این به این شکل واسه ما پرینت میشه پس تا اینجا ما فیچر های اینپوت و تارگتمون رو از هم جدا کردیم در جلسه بعدی با مدل آشنا میشیم و اینکه پارامتر چیه و هایپر پارامتر چیه در جلسه گذشته به آشنایی با مجموع داده پرداختیم در این جلسه میخوایم به بحث آشنایی با مدل بپردازیم و ببینیم که مدل چیه مدل به صورت کلی یک تعریف ریاضی هست یا حالا بهتر بگیم یک تعریف بعضا آماری و بعضا خب یه حالت نتیجهگیری مانند برای مثال اگه اینجوری بود اینجوریه اگه حالت A بود خروجی دو اگه حالت بی بود خروجی سه هست و اینجوری ما این حالت رو مثلا توی درخت های تصمیم داریم شاید خیلی به اون تعریف ریاضی که ما مثلا توی شبکه های عصبی داریم نزدیک نباشن ولی به صورت کلی میتونن به شکل ریاضی توصیف بشن و کار مدل چی هست؟ پیش بینی یا بهتر بگیم توصیف ویژگی هدف با استفاده از ویژگی های ورودی برای مثال ما در مورد همون مجموعه داده ای که به سطح فرضی از یک بیمارستان تهیه کردیم و دیدیم که افراد یک گند خون یک فشار خون و سن حالا یه سری چیزای دیگه دارن برای مثال یک هفته بعد به فردی که اطلاعاتش رو دریافت کردیم زنگ میزنیم و متوجه میشیم که متاسفانه دچار نارسایی کلیوی شدن. از دیتا ست بررسی میکنیم و میبینیم که این فرد سنش پنجاه بوده فشار خونش کم بوده اون روزی که ما اندازه گرفتیم مثلا در حد هفت و مثلا ده بوده یا هفتاد به صد اینجوری این, این دیتاست رو ما بررسی میکنیم میگیم که خب تو این شرایط این فرد دچار نارسایی کلیوی شده پس اون نارسایی کلیوی باید با این شرایط توصیف بشه اما این رو هم در نظر بگیرید همیشه دیتاست ما کامل نیست ممکنه اون فرد به دلایلی دچار نارسایی کلیوی شده باشه که توی دیتاست ما نیست ممکنه دارویی که مصرف کرده این اثر رو گذاشته باشه ممکنه که کاملا به صورت مادرزادی کلیش تو چهار مشکل بوده باشه اینها میتونه باشه ولی به صورت کلی اینجوری فرض میکنیم که دیتا ست ما کامله و میایم این رو توصیف کنیم بگیم خب این فرد دو چهار نارسایی کلیوی شده دلیلش چیه و چی باعث شده که این اتفاق بیفته و ارتباط برقرار میکنیم برای مثال میبینیم توی افرادی که فشار خونشون به صورت میانگین کمه نارسایی کلیوی هم مثلا ده درصد زیاده پس میگیم یه ارتباطی یه کوریلیشنی بین اینها وجود داره پس این به صورت انسانی ما میتونیم اینجوری بررسی کنیم اما در مورد مدل ها چجوریه ما یک مدل داریم که خامه در اول ایجاد کردیم میتونه ورودی بگیره و خروجی بده اما این رفتار کاملا تصادفیه و اصلا آموزش دیده نیست پس از فرایند آموزش مدل دیگه مجموع داده رو یاد گرفته و در طول این یادگیری یک سری چیزها داخل مدل تغییر پیدا کرده مدل یک سری چیزها رو یاد گرفته و فرایند یادگیری هم به تنظیم پارامترهای مدل مربوط میشه مدل ها یک سری پارامترهایی دارند که اونها آموزش داده میشن حالا این پارامترها چی به ببینید فرض کنید که این مدل ما هست که مدل ما آن ناون مثلا میدونیم مدل رگرسیون لاجستیک باید باشه اما نمیدونیم که به چی باشه پارامترها چی باشه مثلا اینپوت یک ضریبش چند باشه اینپوت دو ضریبش چند باشه اصلا ممکن اینپوت دو اثری نداشته باشه باید ضریبش صفر بشه و یه سری چیزای دیگه اینها رو ما نمیدونیم پس مدل ما آن ناونه پارامترهاش رو نمیدونیم دیگه اما برای مجموعه داده میدونیم مثلا داده شماره 11 رو برمیداریم قند خون فشار خون و سن این سه رو میدیم به مدل با پیش بینی کنه که این فرد دچار نارسایی کلیوی خواهد شد یا نه این اون بسیک هست و بر اساس این ورودی و اون خروجی که باید بده این پارامترها تنظیم میشن. برای مثال یه سری داده رو دادیم این پیش بینی میکنه که مثلا دچار نارسایی کلیوی خواهد شد با احتمال مثلا 70 درصد و ما هم میدونیم که این فرد دچار نارسایی کلیوی شده پس این 70 باید به چند نزدیک بشه به 100 بنابراین این پارامترها رو به نحوی تغییر میدیم که اون 70 زیاد بشه برای مثال این یه بایاسی داره توی اون مثلا ورودی مدل که با اینه جمع میشه اونو زیاد میکنیم وقتی اون زیاد میشه اثرش مثبت دیگه پس این رو باید به این شکل در نظر بگیم. حالا این آموزش مدل مربوط به بحث اپتیمایزیشن هست که خیلی نمیخوایم به اون بپردازیم پس این مدل آنلاین و توسط داده ها ناون میشه این در یاد میگیرم. اما انواع مدل چیه مدل ها رو از دو جهت میتونیم تقسیم کنیم البته این رو در نظر داشته باشید ما توی این آموزش صرفا به مدل هایی که نظارت شده هستند یا سوپروایزد هستن میپردازیم بحث این آموزش سوپروایزد لرنینگ هست و توی این بحث هست که ما توی دیتا و انتخاب مدل و اینجور چیزها کار میکنیم به جز یادگیری نظارت شده ما یادگیری نظارت نشده داریم یا آن سوپروایزد مثل کلاسترینگ مثل PCA یا در مقابل رینفورسمنت لرنینگ داریم یادگیری تقویت شده مثل q لرنینگ مثل ای تو سی و اینجور موارد و روش های دیگه هم داریم مثلا سلف سوپروایز داریم سوپر سوپروایز داریم و حالا روش های دیگه که توی کانسپت های مختلفی هستن اما در مورد یادگیری نظارت شده یا سوپروایز لرنینگ مدل ها از دو جهت تقسیم میشن اول نوع مسئله هست اینکه مسئله ما چیه رگرسیون یا طبق بندی چون کانسپت اینه. مدل یک سری ورودی ها میگیره و باید یه خروجی رو پیش بینی کنه این خروجی اگر عددی باشه ترتیبی باشه میایم رگرسیون استفاده میکنیم و اگر اونجوری نباشه هدف ما طبق بندی باشه یعنی در واقع ترتیبی بین اینها نیست و حتی ممکنه که عددی هم نباشن ما عددشون کنیم طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن به جز نوع مسئله میتونیم به لحاظ عمیق بودن مدل هم اونا رو بررسی کنیم یعنی بگیم مدل عمیق یا نیست مثلا برای مسائل رگرسیون ساده ما میگیم رگرسیون خطی استفاده میکنیم یا مثلا رگرسیون خطی با فیچرهای درجه دوم یه ذره غیر خطی بودن به مدل اضافه میکنیم ولی در نهایت یه مدل ساده ایه در مقابل یه مدل عمیق مثل MLP میتونه خودش ترکیبات خیلی پیچیده ای بسازه و این یک مدل عمیقه یا دیپ هست وارد بحث دیپ لرنینگ میشه پس این به این شکل پس مدل ها رو میتونیم به این دو جهت تقسیم کنیم ولی روش های دیگه هم هست اینکه مدل پارامتر داره نداره پارامتر داره حتی مدل های لیزی داریم که در اونها پارامتر نداره و اونها رو حالا یه گلیزی بهشون میزنیم و اما پارامتر چیه پارامتر ها رفتار مدل رو تعیین میکنن یعنی اینکه برای مثال اون حالت که گفتیم فشار خون اگر کم باشه احتمال نارسایی کلیوی زیاد میشه حالا اینو به عنوان یه پزشکی کاملا دقیق نمیگم و صرفا یه مثال اگر این رو در نظر بگیریم خب این رو ما کشف کردیم اما اگه بخواد یک مدل لاجستیک رگرشن یا رگرشن لاجستیک این رو در بیاره باید یک وزن مربوط به اون فشار خون رو تعیین کنه یه جوری باید وزن اون رو چی منفی کنه که وقتی اون کم شد این طرف نارسای کلیه احتمالش بره بالاتر بنابراین اون وزنه تعیین میکنه که ارتباط بین اینها چیه و رفتار مدلم با اون تعیین میشه اگه اون وزن صفر باشه اصلا فشار خون اثری نمیذاره توی پیش بینی مدل بنابراین پارامترها مجهول هایی چون ما اینها رو نمیدونیم در ابتدای ایجاد مدل گفتیم دیگه مدل آنان هست و پارامترهایی که در ابتدای مسئله میگیره یه سری پارامترهای رندومه خیلی وقتا ولی در طول فرایند آموزش این تنظیم میشه یا بهتره بگیم از داخل مجموعه داده استخراج میشه چون داره بر اساس چی تغییر میکنه داده دیگه پس داده هست که این پارامترها رو تنظیم میکنه و یه جورایی داره از دل این داده ها این مجهول ها استخراج میشن مثالش هم مثلا توی رگرسیون خطی ما توی رگرسیون خطی چی میگیم میگیم اون وریبل وابسته ای ما که وای هست برابر است با a ضرب x به علاوه b اون x که خب متغیر مستقل هست ولی a میشه ضریب این b هم میشه یه عدد ثابت ارز از مبدا که حالا به اون a شیب هم میگه پس اینجا این دو تا پارامتر دارن رفتار مدل رگرسیون خطی رو تنظیم میکنن مثالش رو هم میتونیم بررسی کنیم برای مثال ما میتونیم توی سایت desmos.com بخش کلکیولیترش که میتونیم نمودار رسم کنیم این رو بررسی کنیم فرض کنه که یک مدار شیبه مثلا یک در نظر میگیریم و یک بی منفی یک میتونیم بگیم وای مساوی است با AX ای ایکس بی خب این خط میشه به این شکل اما این A ای رو تغییر بدیم چی میشه ببینید رفتارش اینجوری تغییر میکنه یا یعنی این چه اثری میذاره اینجوری میکنه این. تنظیم اینها مثلا اینکه بیاد اینجا این بیاد اینجا مثلا این یه ذره اینجوری بشه تنظیم اینها با توجه به داده هست این داده هر جایی باشه خط رو به اون سمت هدایت میکنه و در نهایت آموزشش میده بنابراین این ایابی ما اینجا پارامتر هستند. ایکس که در واقع متغیر مستقل هست یا ورودی ما هست. وای هم متغیر وابسته هست یا دیپندنت و تارگت فیشر هست. به این شکل میتونیم پارامتر رو ببینیم که چی کار میکنه. اما در کنار پارامترها ها ما یه سری هم فراپارامتر داریم. که حالا اسم انگلیسیش میشه هایپر پارامتر یا هایپر پارامتر توی فارسی تلفظ میکنیم. میتونه معادلش فرا پارامتر باشه یک چیزیه فراتر از پارامترهای مدل این هم رفتار مدل رو تنظیم میکنه اما مثل پارامترهای عادی نیست یعنی مثلا ای و که توی رگرسیون خطی داریم ما اونها در طول یادگیری داده تنظیم میشن اما این هایپر پارامترها یه ذره فرق دارن و در طول فرند یادگیری ترنینگ مدل اینها تنظیم نمیشن بغلب اینها رو ما دستی تعیین میکنیم و بعدا ممکنه که اینها رو هم تنظیم کنیم که توی بحث های پرفارمنت تیونینگ یا های پرفارمنت توی فصل 5 این رو بررسی میکنیم که اینها چی هستن ولی فعلا به عنوان یک مثال ساده اینجوری در نظر بگیرید که ما یک مجموعه داده‌ای داریم با توزیع مشخص و می‌خوایم گوشون رگرسیون اعمال کنیم اما نمیدونیم روی این مدل خطی اعمال کنیم یا درجه دو یعنی مدل اینجوری باشه که AX2 به علاوه B علاوه C یا AX علاوه B این دو تا حالت یکیش سه تا پارامتر داره یکیش دوتا اما تفاوتشون چیه توی توان چند جمله این توان چند جمله کایپر پارامتره این رو مدل نمیتونه تعیین کنه واسه بهتر بگیم آپتیمایزر ما نمیتونه تعیین کنه در طول آموزش این آپتیمایز نمیشه یعنی مدل نمیتونه بگه که خب این توان یک رو یه زیادش کنیم اما در مقابل برای پارامتر A مثلا میتونه بگه این پارامتر ای مثلا یک و بشه یک و میتونه اینو بگه چون اپتیمایزر داره این کار انجام میده کارش نیست اما هایپر اینها نیستن اینجوری نیستن و ببینیم که اینها چجوری کار میکنن وارد محیط برنامه نویسی بشیم همون کد قبلی رو اینجا در واقع داریم اما با این تفاوت که شیپ و اینها رو هست میکنیم در مورد x ما دیدیم که خب این آرایی هست ما مشکل نداریم اما در مورد وای مدل باید لیبل از ما دریافت کنه و اگه لیبل دریافت نکنه نمیتونه کار کنه لیبل ها باید اعداد صحیح باشن نمیتونن یک چیز استرینگ باشن بنابراین ما میایم از کتابخونه سایکت لرن بخش فری پروسسینگ فراخوانی میکنیم به صورت پی پی و یه دونه ال ای میسازیم لیبل انکودر میگیم پی پی دات لیبل انکودر در واقع این میتونه لیبل های ما رو انکود کنه توی توضیحاتش هم مثلا آورده یک حالتی که لیبلینگ کد یک دو دو شیش بهش داده شده توی خروجی صفر صفر یک دو میده و واقع یک ها رو تبدیل به صفر کرده دو ها رو به یک شیش ها رو هم به دو حالا این به صورت عدده ممکنه که به صورت استرینگ هم میشه بگیم اینجا بهتر بگیم که لیبلز باشن اینها و اینجا بگیم وای برابر است با ال ای فیت ترانسفور اون لیبلز ما به این شکل حالا میتونیم در واقع پرینت کنیم ببینیم که این وای ما چیه اما یک ویژگی خوبی که VS Code داره ما میتونیم اینجا بریک پوینت بذاریم و بذاریم کود اجرا بشه بریک پوینت کارش اینه که تا این سطر کد اجرا میشه ولی اینجا متوقف میشه و ما میتونیم خیلی چیزها رو بررسی کنیم ببینید اینجا وریبل های ما هستن میتونیم بیایم توی Debug Console، این پایین در واقع ترمینال خروجی رو نشون میده ولی Debug Console فرق داره اینجا مثلا ما اگه بزنیم دی این دیتا فریم ما هست به این شکل نشون میده میتونیم بگیم x. x. به این شکلی X.shape چی هست اینو به ما نشون میده لیبلز ما اینها هستن اما وای ما چی شده شده اینها صفر 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 پس در واقع میدونیم که 50 تا صفر 50 تا 1 50 تا هم 2 حالا لیبل انکودر این کار رو واسه ما انجام داد اما چجوری میتونیم در واقع اینها رو ببینیم که واسه هر کلاسی چی در نظر گرفته مثلا کلاس سه توسا میدونیم که صفر شده اما خود این لیبل انکودر میتونه اینها رو در بیاره میتونیم بزنیم ال ای میذاره میاره یه همچین چیزی اینجا ببینید توی کلاس از این رو داریم ما کلاس به ترتیب سه تا سا ورسکال میدونیم که این صفر این یکی این دوه میتونیم در این اینا رو بررسی کنیم و ببینیم که به چه شکلیه پس این هم از این در واقع میتونیم اینجا کلی چیز مختلف رو چک کنیم مثلا این کلاس از رو ممکنه که ما در ندونیم و مجبور بشیم بریم سرچ کنیم تو اینترنت ولی وقتی این رو اینجوری میزنیم اتریبیوت های این آبجکت ما اینجا ظاهر میشه واسه ما و اینجا میتونیم اینها رو چک کنیم ببینیم چه چه پس این از این پس الان وای های ما به صورت صفر یک هستن خب این خوبه حالا میتونیم روی این یک مدل اعمال کنیم و مدلی که میتونیم بگیم ساده ترین حالت ممکن هست مثلا میتونیم بگیم از اسکیلر نیورز رو فراخوانی کن الگوریتمایی هستن که بر اساس همسایگی دارن کار میکنن و بگیم الگوریتم کینن ما حالا میتونیم بهش مشو مدل any .k classifier و یک کینن یکه واسه ما کلاسفیکیشن انجام میده توی ورودی موارد مختلفی میگیره که همشون پیش خودشون رو دارن پس ما میتونیم چیزی تعیین نکنیم اینجا و اینجا بگیم که روی x و y ما این تا اینجا مدل آموزش میبینه و تموم میشه اما خب بعد آموزش ما باید ببینیم دقت این چجوریه چون میخوایم ببینیم که مدل خوب یاد گرفته یا نگرفته مشکلی هست یا نه میایم میگیم که p برابر است با p هم مخفف پردیکشن باشه کینن دات اون ما ما رو میگیره پردیکشن انجام میده این پی رو میتونیم برای معیارهای مختلفی استفاده کنیم یعنی بگیم که واسه اکورسی بخوایم استفاده کنیم پرسیژن ریکال یا حالا هرچی بنابراین برای محاسبه اونها هم دوباره از سایکت Learn. بخش متریکس رو فراخوانی میکنیم از مت. در واقع متریکس یک سری معیارهایی هستند مثلا ما در مورد دماسنج بهش میگیم ترمومتر یعنی یه چیزی که ترم رو اندازه میگیره یا دما رو یا در مورد چیزهای مختلف هم مثلا سانتی اون متر واحد طول هست اما تو ابزارهای مختلف این متر رو داریم داره اون چیز رو اندازه میگیره که بهش میگیم متر اینجا هم در واقع متریکس دارن یه سری دقت ها رو معیارها رو دارن اندازه میگیرن یه جورایی دارم میگن مدل از این جهت چقدر خوبه چقدر بده پس بیایم این پایین پردیکشن رو داریم میتونیم برای مدل اکیوریسی رو محاسبه کنیم بگیم برابر است با مت دات سکور و توی ورودی وای رو بهش بدیم و پی رو و دنهایت پرینت کنیم اکیوریسی دو نقطه داخل پارانتز اکیوریسی حالا این اکیوریسی بین تا یکه ما میتونیم یه دن در صدش هم کنیم این رو و اینجا هم جلوش یه علامت درصد بذاریم این نقطه خیلی مهمه که اگه اینا رو به درصد بیان میکنیم یه علامت درصد هم جلوشون بذاریم خب الان مدل آموزش دید و اکیوریسی که به دست آورد 96 و 67 خب اکیوریسی خوبیه یعنی عملا میتونیم بگیم که از 100 تا داده 96 تا درست تشخیص داده حالا میتونیم این رو تقسیم بر 100 ضرب در 150 بکنیم و ببینیم که چند تا داده رو اشتباه تشخیص داده خب این در واقع اون چیزی که میتونیم انجام بگیم. اما به جز میار اکیوریسی ما میارهای دیگه ای هم داریم یک میار دیگه ای که وجود داره افیک سکور هست که اونم از پرسیژن و ریکال مصابه میشه اما اینها رو به صورت یک جا هم ما داریم تابعی هست توی این مت سایکت لرن به نام کلاسیفیکیشن ریپورت در واقع یک گزارش از کلاسیفیکیشنی که انجام دادیم به ما میده یک گزارش میشه گفت جامعه تقریبا وای و پی رو دوباره بهش میدیم و اینجا میگیم CR برابر است با مخفف کلاسیفیکیشن ریپورت و اینجا میزنیم پرینت کلاسیفیکیشن ریپورت و دو نقطه میزنیم و اینجا میزنیم CR البته چون میخوایم تو سطح جدید نشون داده بشه یک اینتری هم اینجا میزنیم بکسلشه که اینجا داریم و بعدش این میزنیم این رو به عنوان کاراکتر اینتر میشناسه انگار که اینجوری نوشتیم این رو کارش در واقع همونه این نوتیشنی هم که اینجا می‌بینید به این شکل نوشتیم یک استرینگ و داخلش یه براکت هست توش چیز نوشتیم این در واقع اف استرینگ هست توی پایتون می‌تونید با این نام بررسی کنید ببینید که چه قابلیت‌هایی داره ببینید الان کلاسیکیشن ریپورت با شما انجام میشه و می‌بینیم که پرسیژن ریکال اف ایکس رو حساب میکنه. بخش اول این به ازای هر کلاس هست کلاس 0 1 2 برای هر کلاس پرسیژن ریکال اف ایکس رو نشون میده و در نهایت ستون اسپورت هم میگه چند تا داده دیده شده تو این کلاس زیرش تو این بخش یه نکیوریسی داریم که صرف از 97 همون نکیوریسی که میشناسیم 150 تا دا داده دیده واسه محاسبه این چرا این بالا یه 50 تا این 150 تا چون اکیوریسی از کل داده ها محاسبه میشه پس 150 تا دا داده سپورت داره واسه خودش و در مورد اوریج های ماکرو و ویتت هم هم اینها رو داریم تقریبا همشون همش حدود 97 صدام هستن این از این پس تا اینجا اینها رو دیدیم و میدیدیم که خب خیلی خوبه اوکی اما بحثی که هست ما باید دقت ها رو بر اساس داده تست بسنجیم چرا چرا همچین کاری میکنیم ببینید فرض کنید که ما یک کلاس متشکل از ده دانش آموز داریم و برای این ده دانش آموز یک سری مسائل ریاضی رو یاد میدیم برای مثال بحث مشتق برای این دانش آموز رو یاد میدیم و اینها رو توضیح میدیم تمارین کتاب رو حل میکنیم و اینها یاد میگیرن امتحانات کلاسی هم میگیریم و نمرای خوبی هم میگیرن همه چیزی که واسه ما مهمه چیه یک امتحان جامعی هست که داخلش سوالاتی طرح بشه از کل مباحث و سوالاتی باشه که دانش تا اون روز ندیدن برای مثال اگه تمرین خود کتاب رو به عنوان سوال امتحانی در نظر بگیریم چه اتفاق میفته در واقع یه جورایی ما انگار نتونستیم علم این دانش رو بسنجیم چون واسه سنجش علم ریاضی ما به این نیاز داریم که فرد بتونه استنتاج کنه یاد بگیره مسئله رو حل کنه اما اگر دانش آموزی بیاد تمارین کتاب را حفظ کنه و, و ما همون تمارین کتاب رو به عنوان امتحان نهایی در نظر بگیریم نمره 20 میگیره اما آیا سواد اون دانش آموز به اندازه نمره 20 بوده مطلقا نه بنابراین باید سوالاتی که توی امتحان نهایی مطرح میشه با سوالاتی که توی کلاس و برای تمرین حل شده متفاوت باشه واسه همین ما داده رو تقسیم میکنیم به دو تیکه ترین دیتاست تست دیتا مجموعه داده آموزش مجموع داده آزمایش یا تست و مجموع داده آموزش توی این مرحله فیت شدن به مدل داده میشه مجموع داده تست فقط برای پردیکشن و اینجا برای محاسبه مثلا این اکورسی یا کلاسفیکیشن ریپورت استفاده میشه بنابراین این نکته ای که در واقع وجود داره حالا این بحث ترین تست اسپلیت رو تقسیم مجموع داده رو در درس بعد بررسی خواهیم کرد اما قبل از اینکه این, این جلسه رو به اتمام برسونیم یک نکته که وجود داره ببینید این کینن ما اینجا چند تا چیز داره. یکی این نیورز که این پنجه اگر با مدل کین ناشنا باشید میدونید این ان تعداد همسایه هایی که برای پیش استفاده میشه رو نشون میده اگه ما این رو بذاریم سه چه اتفاقی میفته قبلا که پنج بود اگه بذاریم سه اکوریسی ما شد 96 صدام پس کمتر شد اگه بذاریم مثلا دو چی میشه میشه 98 صدام بهتر شد هرچند این استدلال اشتباه که الان بگیم اینها خوبن یا بدن چون این رو باید بر اساس داده تست بسنجیم حالا فعلا داریم به عنوان مثال این رو میگیم این ان ما در طول فیز شدن تنظیم نمیشه ما که میگیم این یک باشه دو باشه یا پنج باشه